من در آن روز فکر میکنم روز پنجشنبه بود دقیقا، بله دقیقا روز پنجشنبه بود، در دفتر هفته‌نامه ایران شهر بودم در لندن. ما شماره جدید ایران شهر رو آماده میکردیم برای چاپ، چون شماره ایران شهر روز پنجشنبه چاپخونه میرفت و جمعه منتشر میشد و ما تا پنجشنبه ساعت 11 صبح وقت داشتیم که مطلب رو ببندیم. آقای خمینی شب قبل از پاریس پرواز کرده بود و ما منتظریم بودیم که افته خبر پرواز و خبر ورود به ایران ما داشتیم اونجا آوردیم، ولی دنبال عکس میگشتیم که عکس ورود ایشون رو به در اون لحظه در اون فرودگاه تهران نشون بده. متأسفانه تا ساعت 11 صبح عکس گیر نیامد و ما فقط تونستیم عکس رفتن ایشون رو که در فرودگاه فرانسه، در فرودگاه فکر کنم چارلز دی گل بود، در اونجا شب قبلشون پرواز کرده بود، اونجا عکس اون عکس رو گذاشتیم که و با این نقل قول معروف که ایشون اونجا در از ملت فرانسه و از مردم فرانسه و از دولت فرانسه تشکر کرده بود به خاطر اون چند ماه پذیرایی که در فرانسه ایشون از ایشون به عمل آمده بود و بعد ایشون برگشت. به هر حال ما تونستیم خبر و عکس رو روز پنجشنبه تا ساعت 11 صبح آماده کنیم و صفحه بندی رو انجام شد، روزنامه فرستادیم به چاپخونه و روز بعد که جمعه در اومد خبر در روزنامه خبر اول روزنامه بود. ما در دفتر ایران شهر، البته در اون چند ماهی که ایران شهر منتشر میشد، چون ایران شهر تقریبا از یکی دو هفته قبل از ورود آقای خمینی به پاریس شروع به انتشار کرد و چند ماه پشت سر هم منتشر میشد، خبرهای مربوط به انقلاب رو مرتب می‌نوشتیم و خبرهای مربوط به ملاقات‌های آقای خمینی و گفتگو و مصاحبه‌هایشون رو پخش می‌کردیم. البته مقالات انتقادی هم داشت و فکر می‌کنم به این دلیل بود که آقای ابراهیمی یزدی که از مشاوران ایشان بود و در لندن سخنرانی داشت گفته بود که ما ایران شهر رو نمی‌خوانیم، یعنی به این معنا که ایران شهر روزنامه‌ای نیست که ما ازش خوشمون بیاد. به هر حال ما سعی می‌کردیم که خبرها رو تا اونجا که می‌تونیم بی‌طرفانه منتقل کنیم و در اینی که گفته‌های آقای خمینی و اعلامیه‌شون می‌آوردیم، نقد‌هایی که وارد می‌شد و اعتراضاتی که می‌شد در اونجا می‌آمد. من جمله در همون روز هفته اول بعد از انقلاب ما اون نامه معروف آقای مصطفی رحیمی رو که گفته بود من چرا جمهوری اسلامی رو قبول ندارم منتشر کردیم که در اون موقع سرسوره زیادی کرد. به هر حال این داستان روزی بود که آقای خمینی وارد تهران شد و ما در لندن داستان رو و خبرها رو از نزدیک دنبال میکردیم. در روز 12 بهمن سال 57 من و گروه دیگه ای از دوستانی که در شیراز بودیم از پیش از اون روز در واقع تدارک این برنامه رو داشتیم که بریم به تهران به خاطر اینکه قرار بود که آقای خمینی بیاد و اون موقع برخلاف الان که الان ما وقتی در ایران صحبت میکنن میگن دهه پیروزی انقلاب، اون موقع ولی معلوم نبود که فضا به چه شکل هست. بنابراین در بین بسیاری از کسانی که درگیر انقلاب بودن مثل نسل ما که من اون موقع 17 سالم بود هنوز دورنمایی نبود که این اومدن آقای خمینی چی خواهد بود، ولی یادمه در اون زمان من در میان گروهی از دوستان بودم که در تدارک این بودن که به طور جمعی بیام به تهران برای استقبال و البته مسئله اصلی که اون روزها بود این بود که بحث داشت میشد که اگر مثلا حکومت بخواد برخوردی انجام بده چی باید در واقع مقابله به چه شکل باید باشه، ولی اون اتفاقی که در عمل افتاد بسیار متفاوت از این دلهوره ها و نگرانی های ما بود. یعنی آقای خمینی خیلی بی درد سر وارد شد و اون فضایی که یوهو بعد از اومدن آقای خمینی پیش اومد دورنمای این رو که ما با یک انقلاب روبرو هستیم که برای مبارزه به اصطلاح حداقل ماها و سالها باید انتظار بکشیم یهو تغییر کرد که حالا نمیخوام وارد بحثش بشم، ولی الان که به اون روزها فکر میکنم میبینم که ما بسیار خوشبینانه نگاه میکردیم و به تحولات و فکر نمیکردیم که فضا به این شکل تغییر بکنه و اون انتظاراتی که ما داشتیم به تدریج دیدیم که به یه شکل دیگه عمل شد. بنابراین الان
فکر میکنم اون خوشحالی که اون زمان ما داشتیم همراه شده با نوعی یأس و ناامیدی از فضایی که به وجود اومد. البته منظورم این نیست که به هر حال باید ناامید بود، الان از این صحبت نمی کنم، ولی از سرخوردگی صحبت می کنم که نسل ما و بسیاری از ما داشتیم و الان دیگه با اون خوشبینی که به این روز نگاه می کردیم نگاه نمی کنم. با سلام، از من میپرسید در چنین روزی کجا میتونستم باشم؟ در پاسخ باید بگویم در استودیوهای رادیو تلویزیون در خیابان جام جم، همونطور که هفته ها بود به اتفاق چند ده تن از همکارانم که اعتصاب نکرده بودن و هر روز بر سر کار حاضر میشدیم در اونجا بودیم. حدود 8:30 صبح بود که زمزمه هایی شنیدیم مبنی بر این که کارمندانی که اعتصاب کردن و بر سر کار نمیان و حقوق دائمی میگیرند، اونها مایلند که پخش مراسم رو به عهده بگیرند، چون باور داشتن همونطور که شایعه کرده بودن بعد از عکس آیت الله خمینی روی ما، بعد از احتمال اصابت هواپیمای ایرفرانس با چند صد مسافر در برابر دیدگاه بین المللی، حالا شایعه کرده بودن که اگر کارمندان اعتصاب نکرده این مراسم رو پخش کنن، دسیسه هایی در کار خواهد بود. نمیدونم چه نوع دسیسه ای میتونست وجود داشته. به هر حال اونها این تصاویر رو پخش کردن. تصاویر پخش شده در تلویزیون بحث هایی رو هم به وجود آورد. همکار ما آقای مبشر که متاسفانه فوت کردن، سال هم در بخش فارسی صدای امریکا در مقام سردبیری فعالیت میکردند، از اینکه میدیدند عقل مردم و قضاوت مردم اینگونه به هدر داره میره بسیار عصبانی بود. یادم از کاریکاتوری رو نشون میداد که آقای بختیار کلمه نوشته شده مار رو نشون میداد و آیت الله خمینی عکس مار رو نشون میداد و به طب تمام کسانی که یا سواد نوشتن و یا سواد فکری با همه مدارسی که دیده بودند و خوانده بودند نداشتند، مار آیت الله خمینی رو باور کردند و تصاویر رو که همگان دیدند و بعد هم تصویر بحث ورود آیت الله خمینی که آیا احساسی دارد و یا ندارد دوباره پخش شد، حدود 10 روز دیرتر، و همون تصاویر بود که در پادگان لویزان شاید فندک و جرقه وضعیت 21 و 22 بهمن رو به وجود آورد. معذرت میخوام. اون چرا که میتونم در اون روز باز خدمتتون گفته باشم، تعداد همکارا بود چیزی نزدیک به 60 نفر، از جمله دوست و همکار عزیزم آقای روشنزاده که در بخش ورزش مسئول بود. البته اون روزها برنامه نبود، اما به دلیل وفاداری به کارمندی و کار خودش ادامه میداد. چند نفر دیگر هم بودیم که چون در ایران هستن اجازه بدید اسمشون رو نگم. اما در یک جمله و اون چیزی که شاید باید درسی باشه برای همه برای بعدهای تاریخ، این است که هیچ اتهام و جرمی رو نباید متوجه کسانی بود که در اون روزها هوادار آیت الله خمینی بودند، همونطور که کسانی که مخالف بودند. موضوع این است که ما وضعیتی رو زندگی کردیم. خود من نزدیک 40 نمایشنامه در رادیو نوشته بودم. اولینش رو هم پدر خانم گلشیفته فرهانی کارگردانی کرده بود وقتی 22 یا 23 سال داشتم. نمایشنامه‌ای که ما می نوشتیم بازیگرانش مشخص بودند، کارگردانش مشخص بود و به طب نویسندش. انقلابی رو که به نام انقلاب تحویل ما دادند و بسیاری تحویل گرفتند، اگر بازیگرانش رو می شناسیم نه نویسندش رو می شناسیم و نه کارگردانانش رو. در اون روز اول فوریه و مصادف با 12 بهمن، بنده باید بگم که چون به طور کلی همراه انقلاب نبودم و واقعیتش این استش که به سبب اینکه خب کتاب‌های آقای خمینی رو خونده بودم، به ویژه کتاب کاشف الغطا رو که حکومت اسلامی رو بیان می‌کرد، و معلوم بود از نظر من اینجور تشخیص می‌دادم که داریم میریم به طرف یک حکومت مذهبی ناشناخته که من فکر میکنم هنوز هم ناشناخته است. بنابراین
در تظاهرات اینها به واقع شرکت نداشتم و همین هم باعث شده بود که از سوی بسیاری از دوستان و همکاران و یاران و حتی بستگان طرد بشه و اون بیشتر تنها. این استش که بیشتر در منزل بودم. اون روز هم در روزی که آقای خمینی از تبعید برمیگشت، اون روز هم در منزل بودم و این البته یک حسنی هم داشت که حالا کسانی که فرض بکنید در خیابان، در کف خیابان بودن، شاید گوشه ای رو میدیدن، ولی ما در منزل از طریق تلویزیون میتوانستیم کل ماجرا رو ببینیم. به ویژه اون صحنه‌ای که آقای خمینی در جواب جان سیمسون در هواپیما وقتی که سوال کردن که شما بعد از 15 سال چه احساسی دارید که به وطنتون برمیگردید، ایشون گفت هیچی، و آقای قدس‌زاده این رو به غلط نو کامنت در واقع ترجمه کرد که نظری ندارم. اون موقع فهمیدم که فکرم درست بوده است. به هر حال آقای خمینی، من تا اونجایی که یادم هست در فرودگاه چندان اهمیتی به مستقبلینی که از گروه های جبهه ملی و غیره بودن زیاد اهمیتی نداد، بیشتر طرف مذهبیون بود. آمد به خیابان پشت، یعنی با یک جیپ شاسی بلندی که رفیق دوست اون رانندگی میکرد، در خیابان به راه افتاد و خب اطرافش هم بسیاری آدم ها بودن. قرار بود آقای خمینی برود به دانشگاه و بسیاری از سران سیاسی، سران مذهبی، حتی مانند آقای مطهری و غیره در دانشگاه جمع شده بودن، ولی معلوم نشد که چرا آقای خمینی در اینجا یک ساعت دو ساعتی در واقع ناشناخته است که ایشون کجا رفت و بالاخره سر از کورستان بهش زهرا رفت. جالب استش که حتما خاطر همه دوستان هست و به ویژه تکرار هم شده است که در نطق بهشت و زهرا ایشون گفتن که شاه قبرستان ها را آباد کرد، شهرها را ویران کرد و شما دلخوش به این نباشید که ما خانه مجانی میدیم، اتوبوس و نمیدونم بنزین مجانی میدهیم، ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم و من توی دهن این دولت میزنم، من خودم دولت تعیین میکنم. به هر حال سخنانی که اون روز گفت و واقعا این یک طنز تاریخ است به نظر من، که درست رهبری که آمده بود در واقع حقوق بشر رو احیا بکنه ایراد میگرفتن که چرا حقوق بشر رعایت نمیشود، رهبری که آمده بود حقوق مردم رو بدهد، از قبرستان شروع کرد و میبینیم، عرض میکنم طنز تلخ تاریخ است که در تمام این 35 سال قبرستان های ما دائما آباد و آبادتر شده است. به هر حال این فقط شمه‌ای بود که من از اون روز تاریخی یادم هست و اون هیچی، اون کلمه‌ای که آقای خمینی گفتن که واقعا هیچ احساسی به وطنشون ندارن، الان میفهمیم که چقدر معنادار بود. سپاسگزارم از لطفتون. در آن روز صبح ساعت اول وقت، چون همه اعلام شده بود که خمینی داره میاد، امام داره میاد و این حرفا، من به اتفاق دکتر ساده علی صادقی که همون دو سه روز قبلش جزو آخرین دسته از زندان آزاد شده بود و خانم دکتر سرخوش، از میدان فردوسی به طرف دانشگاه شروع کردن رفتن. جمعیت زیاد بود، خیلی می آمدن، دست دسته می آمدن، شعار می دادن و در اون رهگذر ما شاهد شعارهای مختلف بودیم. یک جا خیلی واسه من جالب بود که هنوز خاطرش تو سرم مونده، تو فکرم مونده، و اون این بود که چند تا جوان بودن که جوانهای معقولی بودن، یعنی از این آخر یه سری از این بسیجی هم اون موقع جور کرده بودن، این شعارهای مرگ بر فرانسه، نمیدونم مرگ بر انگلیس، از این شعارها میدادن، در که اونا خیلی موقر و متین بودن. شعارشون هم خیلی بامزه بود و به دل من حداقل خیلی نشست، حالا اون دو دوست دیگه هم یقینا به دلشون نشسته بود، که حزب فقط حزب الله، رهبر فقط یک ملا، وای بر این خلق الله. و جالب اینجا بود که این سه تا جوون
که این شعار رو میدن شاید 18 19 ساله بودن، در حالی که اون بر اساتید دانشگاه بودند که صف استادان دانشگاه بود، همشون بیشتر تحصیل کرده خارج بودند و به هر صورت از مبارزان سالای 39 و 40 و 41 و 42 بودند و خلاصه هر کدومشون برای خودشون سابقه داشتند، این شعار رو درک نمی کردند. وای بر این خلق الله، رهبر فقط یک ملا، حزب فقط حزب الله، وای بر این خلق الله. و واقعا وای بر ما روشنفکرها که اون روز اینقدر مجذوب بودیم و مرعوب، در حالی که در همون ایام صدای رادمردی بلند بود که می گفت دیکتاتوری نعلین به مراتب از دیکتاتوری چکمه خطرناکتره و در این راه گذر این رادمرد میهن پرست کاری کرد کارستان، یعنی اومد با قبول نخست وزیری شاه برای اولین بار در تاریخ ایران از انقلاب مشروطیت تا همون انقلاب کذا که من به زعمم انقلاب کذا، یعنی نمیگم انقلاب، هیچ وقت به عنوان انقلاب نشناختم، در اونجا مطرح میکنه در اون ایام که این دیکتاتوری داره در پیش میاد، مردم خبر ندارید چه فاجعه‌ای در پیش هستش و با دید میهن پرستی دست به کار بزرگ میزنه که اون باید درس برای ما باشه. از مصلحت نظام حرکت میکنه، از مصلحت ایران حرکت میکنه، از مصلحت ملی حرکت میکنه، نه از مصلحت ایدئولوژیک، نه از مصلحت جبهه ملی، نه از مصلحت مذهب و دین، بلکه از منافع ملی حرکت میکنه. و این رادمرد شاید از تک مردانی بود که در اون دوره درک کرده بود که منافع ملی ما حکم میکنه هر نوع بغض کینه اضافه رو کنار بگذاریم برای اینکه دشمنی به مراتب بزرگتر خطرناکتر در راه و داره میاد. به همین دلیل نخست وزیری رو قبول کرد. و جالب و دست خوب روزگار این بود که اولین بار بود که مبارزات دموکراتیک مردم داشت بر مبنای قانون اساسی شاه به مجلس پیشنهاد میکنه، بختیار قبول میکنه، شاه جلوی مردم وای نمیسته، قذافی نمیشه، اسد نمیشه و بختیار اینو قبول میکنه و شاه میاد دستشو به سوی ملیون دراز میکنه. صدیقی، بختیار از منافع ملی حرکت کردن و تشخیص دادن که عزیز آقا جان غلطه، نظام سرنگونیش غلطه، دشمن خطرناکتری در راهه. این خاطره بزرگی است که من از اون روز دارم و منو به خودش مشغول کرده. خب در اون روز، روزی که خمینی اومد، من روزش در نخست وزیری بودیم مثل روزهای قبل، همراه و در کنار دیگرونی که در کنار دکتر شاپور بختیار بود. طرفای عصر و غروب یا چند ساعتی بعد من رفتم به طرف خونه. اون موقع من در خونه پدر همسرم به طور موقت زندگی میکردیم که اتفاقا در کانون انقلابم بود، یعنی فرآباد ژاله. برای نکته‌ای که در اون روز بسیار قابل توجه بود و توجه برانگیز بود این بود که خمینی در بهشت زهرا سخنرانی کرد و سخنرانیش کمتر از دو ساعت بعد از تموم شدنش، وقتی که من میرفتم و رفت آمدم بسیار بسیار مشکل بود، تقریبا من بخش بزرگ راه رو عملا پیاده رفتیم تا به 400 دستگاه فرآباد جاله رسیدیم، در خیابون شاه‌آباد در اونجا من نوارهای سخنرانی خمینی رو تکثیر شده دیدم که دست مردم هست توزیع میکنن، برخی میفروشن. اون روز رو
آمدن خمینی رو اشاره کردم کجا بودیم در آن روز، و در بقیه روز هم در واقع در خانه، و این رو هم همینجا یادی بکنم، از یکی از هم محله‌ای های پدر همسر خودم که انسان بسیار نازنین و کارمند ساده گمرکات، روانش شاد، خانوادش در ایران اسم نمیبرم، ایشون با اینکه اعتقادات مذهبی کاملی داشت، اون شب رو ما در کنار هم بودیم، منتها به شدت مخالف انقلاب بود و با آمدن خمینی خیلی راحت اون شب گفت که همه چیز تمامه، و خیلی صمیمانه به من گفت جمشید خان فکری بکنید برای نجات جون خودتون و دوستانتون، چون اومدن کلمه‌ای که به کار برد این بابا یعنی از دست رفتن مملکت و کشور و ویران شدن. خمینی چیزی غیر از این با خودش نیورده. این انسانی بود که نه اهل نوشتن بود و نه اهل فیلمسازی بود و میشناخت خمینی رو، روحانیتی مثل خمینی رو. روزی بود که متاسفانه شعار داده شد دیو چو بیرون رود فرشته در آید، منظور محمد رضا شاه پهلوی بود که با چشمی گریان، دلی بسیار نگران از بابت آینده ایران، ناچار به ترک وطن شد. کسی آمد و فرشته خوانده شد و سرودی با همین مضمون در فرودگاه برایش خوندن که زمانی طول نکشید که دیو بودن او که هیچ، دیوان و ددان بسیاری رو بر ایران زمین گمارد. و یادآور این بیت، این بیت معروف ناصر خسرو که از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم، و همون نگرانی که فردوسی داشت و در اشعار خودش منعکس کرد. نخستین شکوفه های انقلاب بر بام مدرسه علوی تنین انداخت، گلوله هایی که در قلب فرماندهان ارتش ملی ایران شلیک شد، ارتشی که با خون دل ایرانیان برای دفاع از کشور خود ساخته بودند، پایه‌گذارش رضا شاه بزرگ و ادامه دهندش محمد رضا شاه پهلوی، بر سر و بر بامی که آیت الله خمینی در اون نشست، در همون شب آغاز شد عملا اقداماتی که بعدها دیدیم و تا به امروز میبینیم. آن روز روز خجسته‌ای برای ایران و ایرانیان نبود. این قضاوت بسیاری است در ایران کنونی و قطعا در آینده وسیع‌تر و دقیق‌تر. در آن روز از بامدادان کارها تقسیم شده بود. بچه های روزنامه، گروه هنری، گروه حوادث، خبرنگارانی که اصلاً به سیاست کاری نداشتن توزیع شده بودند از فرودگاه تا بهشت زهرا. منتها بعضی هم کلا سرشون رفت، چون قرار بود مسافری که داشت از، یعنی خورشیدی که داشت از مغرب طلوع میکرد، قرار بود که جلوی دانشگاه بیسته، پیاده بشه، بره و آقای منتظری و دیگرانی رو که در تحصن بودن در مسجد دانشگاه، اونم بیدلیل در اعتراض به بستن فرودگاه، در حالی که فرودگاه بسته نبود. به هر روی قرار بود ایشون پیاده بشه بره اونجا، اما راه رو کج کرد. و این نقطه مبهم هیچگاه از جانب مسئولان رژیم بازگو نشد. امام خمینی چطوری ناگهان گم شد و غیب شد؟ برای اینکه امام رو بردن به بیمارستان پهلوی و در اونجا امام قلبشون یه خود ماساژ دادن آماده بشن برای وعده های بعدی در بهشت زهرا. بچه های روزنامه رفته بودن، همونطور که گفتم، در داخل تحریریه یک تیم درست شده بود، من بودم، علی باستانی بود و حسین شمس، غلام حسین صالحیار، مجموعه ای که در واقع باید
روزنامه اون روز رو، صفحه اول و داخل رو آماده میکردن. خبرها مرتب از برای ما میمد، تلفنی خبرها میمد، یا چیزی که خیلی مهم بود به سرعت جیپ اطلاعات که چندین جیپ توزیع، یعنی با خبرنگارا در منطقه بودن، باید برمیگشتن و خبر رو میرسوندن. به هر حال لحظه ورود آقای خمینی، تمام اون حرکا، تمام اون اتفاقا یادداشت میشد، تنظیم میشد و داده میشد. بنابراین ما تیمی بودیم که اونجا بعد مراقب بودیم. متا وقتی که یکی از گزارش هایی که اومد که آقا دیگه در اون وقت، مگه میشد تو شهر رانندگی، آقا دیگه در دانشگاه نرفت و اونجا پیاده نشد و آقای محسن رفیق دوست راننده مربوطه آقا رو داره میبره، ولی یه عده روی تاق ماشین نشسته بودن، یه عده بیرون، و مردم هم که دیگه میخواستن بچه ها رو قربانی کنن جلوی اتومبیل آقا، و شهرم که با قلب‌های مردم مفروش شده بود. فاصله فرودگاه تا بهشت زهرا، این وسط آقا غیب شد و بعد هلیکوپتر تیمسار ربیعی فرمانده نیرو هوایی وقتی در فرودگاه در بهشت زهرا فرو آمد و امام خمینی پیاده شد، اون باد پرهای هلیکوپتر عمامه رو پروند و آقا برای اولین بار بی عمامه ظاهر شد و زیر بغلش رو همه گرفته بودن، همه افسرانی که بر دستهای شاه بوسه زده بودن. به هر حال لحظاتی هم من آمدم به خیابان، مردم رو نگاه کردم، راه رفتم. در فرودگاه آقا با بی‌اعتنایی کامل به صف مستقبلینش که همه از مؤمرین قوم، از بزرگان در واقع جبهه اپوزیسیون بودن، آقای سنجابی، مهندس بازرگان، آقای حسیبی، آقای مکری، دیگران و دیگران و دیگران، بی اعتنا به آنها سوار اتومبیل بنز شد، رفت به فرودگاه حجاج، فرودگاه قدیم تهران که سقفش فرو ریخته بود و بازسازی شده بود و در اونجا براش آماده کرده بودن سرود ای امام به رهبری هاشم سباقیان که قرار بود جزء میلیون باشه، منتها انقدر نگران پل صراطش بود که تکیه به شانه امام خمینی داد. و به هر حال آدم با شرفی هم بود، بعدن هم ثابت کرد، حاضر نشد زیر بار حرفای اینا بره، ولی اون لحظه مسحور و مجذوب بود. حالا اینجا هستی و دلت با دکتر بختیار، بختیار چه میکنه؟ ساعت 2:30 بود که به نخست وزیری رفتم، خانم کلانتری مثل همیشه در رو باز کرد. چه خبر؟ گفتم آقای دکتر به هر حال مثل که شلوغ شده، مراسم بازگشت ایشون از تلویزیون پخش می‌شده، یک سرهنگ رفته قطع کرده و سرود شاهنشاهی پخش کرده. گفت کارهای اشتباه میکنن، باید پخش میشد. و بعد شباهنگام وقتی دکتر فیلم رو دیده بود که در آن آقا با چه بی اعتنایی در پاسخ صادق قدسی که احساستان چیز گفته بود، هیچی، گفت پخش کنید و پخش کنید، که این پخش های مکرر سرانجام به ماجرای خوابگاه همافران رسید و پایان رژیم شاهنشاهی. آن روز را از یاد نمیبرم و همیشه میپرسم آن روز آفتاب کجا بود. شاید فروغ پیشبینیش درست بود، اما من میگم و شاعران به صف که مگر عشق بار عام دهد بار عشق، آن روز آفتاب کجا بود.